حالتون چطوره؟ من زهرام، به کانال من خیلی خوش اومدید. اینجا هم که با هم دیگه این میکاپ رو برای قرار اول انجام بدیم. مطمئن باش که اگر این میکاپ رو برای دوستت انجام بدی، اون به جز تو هیچ انتخاب دیگه ای نخواهد داشت. پس بدو بریم کار کردن واسه قرار اول به این روشی که من میگم. اگر جلو بریم خیلی بیشتر موفق تریم. برای قرار اول چه چیزایی احتیاج داریم؟ یه دونه آبرسان، ضد آفتاب رنگی یا کرم پود، پنکه، رژ لب، یه پالت سایه، حالا هر برندی که خودتون تو خونه دارین، ریمل و خط چشم. خب بریم برای میکاپ. اگه میخواید صورتتون رو آماده سازی کنید، میتونید از ماساژ قبل از ماساژ شیف شده باشه و بعد از میریم سراغ آبرسان. آبرسان پای ثابت میکاپمون هستش. شما حتما برای اینکه میکاپ حرفه‌ای داشته باشین باید از آبرسان استفاده کنید. یک مقدار از ضد آفتابم رو روی دستم میریزم. با یه براش که مخصوص کرم پودر زدن هست کامل روی دستم گرمش میکنم. میتونید با انگشتتون هم این کار رو بکنید. بعد روی صورتم میزنم. به صورت نقطه این کار رو بکنید. دوستان من از ضد آفتاب استفاده کردم، شما میتونید از کرم پودر هم استفاده کنید. فقط یه نکته رو رعایت کنید، کرم پودری که میزنید مناسب با جنس پوستتون باشه. یعنی اگر پوستتون خشکه کرم پودر مناسب پوستتون رو انتخاب کنید که بر پایه آب باشه، و اگر پوستتون چرمه کرم پودرتون بر پایه الکل باشه. بعد از اون از یه براشی که کرم پودرم رو باهاش فید میکنم استفاده میکنم و کامل کرم رو روی صورتم فید میکنم. اینجوری کرم پودر اضافه از روی صورتم گرفته میشه و یه فاینال خیلی خوبی به همون میده. بعد از اون از پدم استفاده میکنم و به حالت ضربه‌ای کرم پودر رو روی پوستم به صورت کامل بلند میکنم، تا اگر خط و خطوطی توی صورتم ایجاد شده با کرم پودر و با براش اون رو کامل فیدش میکنم. از کانسیلرم استفاده میکنم و به حالت نقطه‌ای اینجا، اینجا، اینجا و اینجا رو کانسیلر میزنم. با همون براش کرم پودرم فیدش میکنم. اگر تیرگی زیر چشم دارین قبل از اینکه کانسیلر بزنید، حتما اگر کورکتور رنگ نارنجی رنگ دارین از کورکتور رنگ نارنجی استفاده کنید، و اگر کورکتور رنگ نارنجی ندارین میتونید از رژ لبی که رنگ گلبهی یا نارنجی رنگ داره به مقدار خیلی خیلی کم استفاده کنید و تیرگی پوستتون رو بگیرید و بعد کانسیلر بزنید. اگر تو خونه کانتور چرب دارین میتونید از کانتور چربتون استفاده کنید. اگر ندارین هیچ اشکالی نداره، میتونید از کانتور خشکتون استفاده کنید. یک مقدار من براشم رو میزنم داخلش و گونم رو به حالت بالا لیفت میکنم. این کار حالت صورتم رو خیلی خوشگل‌تر میکنه. یک مقدار اگر قبقب دارید حتما این کار رو بکنید. میتونید پشت پلکتون رو هم کانتور بزنید یا حتی دور لبهاتون رو. بعد از اون میرم سراغ رژگونه و یک رژگونه صورتی رنگ برمیدارم و اینجاهای گونم رو رژگونه میزنم، برای اینکه من میخوام حالت لیفت به صورتم بدم. شما اگر میخواین حالت صورتتون رو گرد کنید به سمت پایین تر بیارینش. با
همین براش کرم پودرم به سمت پایین اول و بعد به سمت بالا لیفت میکنم. اینجوری هم گونم رو برجسته کردم و هم حالت لیفت به صورتم میدم. با این کار یه فاینال خیلی خوشگلی به صورتتون میدین. حتما این کار رو بکنین. حتی خیلی ها دوست دارن روی مینیشون هم این کار رو میکنن. شما اگه دوست دارین میتونین این کار بکنین. اضافی کانسیلر اگر پشت پلکتون باقی مونده با پدتون بگیرین، حتما این کار رو بکنین و بعد خشکش کنین، چون اگر این کار رو نکنین حالت خیلی خوبی به صورتتون نمیده. از یه پد پنکیک استفاده کنید و کامل دور چشمتون رو خشکش کنید. میتونید برای خشک کردن هم از پنکیک استفاده کنید و هم از پودر فیکس. یک مقدار هم با پودر فیکس زیر خط کانتورم رو خشک میکنم. اگر خط خنده دارید خط خندتون رو هم حتما خشک کنید. اگر فکر میکنید پیشونیتون رو هم ممکنه برق بیفته، پیشونیتون رو هم خشک کنید. برای خشک کردن رژگونتون نیازی نیست که از پودر فیکس استفاده کنید. از یک رژگونه صورتی رنگ خشک بردارید و کامل رژگونتون رو خشک کنید. اگر قرار اولتونه، سعی کنید از رنگ های نود استفاده کنید برای سایه زدن و خیلی سایه های جیغ، تند و شاینی و اینا استفاده نکنید. اگر شاین هم میزنید یه شاین خیلی ریز کوچولو باشه، چون برای قرار اول خیلی نمیخوایم خودمون رو عجیب غریب نشون بدیم، میخوایم در عین سادگی زیبایی کامل داشته باشیم. از توناژ رنگای گلبه‌ای، قهوه‌ای یا حتی نارنجی رنگ برای فید کردن پشت پلکتون استفاده کنید. اگر مثل من پف پشت پلک دارین، حتما پف پشت پلکتون رو با سایه بگیرین، چون اینجوری چشماتون رو درشت‌تر و زیباتر نشون میدین. یه سایه خیلی لایت استفاده میکنم. چند رنگ سایه رو من با هم ترکیب کردم، مثل این و این، یعنی ترکیب رنگاشون با هم دیگه به هم دیگه نزدیک. خیلی از رنگ قهوه‌ای برای زیر چشمم استفاده میکنم. از یک براش فید استفاده میکنم و سایه هام رو ترکیب میکنم با هم و کامل فیدش میکنم. نمیخوام هیچ ردی از سایه‌ام نشون داده بشه. از سایه مشکیم استفاده میکنم و زیر چشمم رو یک مقدار خیلی کم سایه مشکی میزنم. دقیقا روی بن موژم. میتونید اینو برای بالای چشمتونم استفاده کنید. میتونید اصلا از همین فقط برای خط چشم استفاده کنید و خط چشم استفاده نکنید. خیلی حالت خوشگلی میشه. ببینید انگار که اصلا در عین سادگی و زیبایی خیلی حالت خوشگلی میده به چشما و یه ریملی که بیاد روش واقعا جذاب میشه. من احساس میکنم همین خط چشم به این میکاپم خیلی میاد، به خاطر همین خط چشم رو نگه میدارم. یک مقدار از سایه قهوه‌ای رنگ هم برای ابروهام، جاهایی که خالیه، استفاده میکنم. برای زدن ریمل شما اول چشماتون رو باز کنید و از بن موژتون شروع کنید و به سمت بالا ریملتون رو بیارین و بعد از داخل مژه‌هاتون شروع کنید و به سمت بالا مژه‌تون رو بکشین. خیلی حالت خوشگلی به چشمام میده.
این برم همینطور. اگر دوست داشته باشین میتونید یه موجه نیمه هم بذارین، ولی به نظر من خیلی احتیاج نیست. و اگر دوست دارین میتونید موجه دونهی بذارین که اونا آموزشش رو گذاشته. برای ریمل پر زدن میتونید به این ریملایی که زدیم استراحت بدین و دوباره نیم ساعت بعد یا 20 دقیقه بعد که ریمل روی موجهاتون خشک شد دوباره ریملتون رو تمدید کنید. از خط لب صورتی رنگم استفاده میکنم و خط لبم رو میکشم. بعد از اینکه خط لبم رو کشیدم از رژ لبم استفاده میکنم و روی لبم رو کامل رژ لب میزنم. یکم دیگه رژ گونه لازم. تمام. امیدوارم که این آموزش خیلی به دردتون خورده باشه و تو قرارهای اولتون استفاده کنید و لذتشو ببرید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. اگه منو هنوز سابسکرایب نکردی منو حتما سابسکرایب کن. لایک و کامنت هم یادت نره. خیلی دوستتون دارم. به امید روزای خیلی خوب. بلن خدافز.